الله حمدا لله الله سبحان الله 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 الله حمدا لله. به نام مناسب ترین واژه ها و رسم محبت، به نام خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بیننده های عزیز گرامی، سلام علیکم. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید جور صحتمند بوده، زندگی سرشار از صفا و صمیمیت و معنویت داشته باشید. ایام به کامتان باشه و طاعات عبادات و بندگی هایتان قبول و مقبول درگاه احدیت. عرض تبریک دارم معراج مبارک پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت همه شما خوبان و عزیزان، و آرزو دارم که جور صحتمند باشید و طاعات و عباداتتان در این ماه پر از خیر و برکت و رحمت قبول و مقبول درگاه احدیت باشه و ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. با کمال امتنان و افتخار با برنامه‌ای به وقت بیداری با موضوع معراج پیامبر روبروی شما خوبان و عزیزان هستم و در خدمت استاد بزرگوارم جناب دکتر محمد کاظمی توکلی، پژوهشگر و استاد دانشگاه. جناب استاد سلام بر شما. خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه بینندگان عزیز در هر جای دنیا که هستن. امیدوارم که طاعات و عبادت شما و بینندگان گرامی مورد قبول باشه. ایام ولادت امام حسن مجتبی و معراج پیامبر رو هم خدمت شما و همه بینندگان تبریک عرض میکنم. سلامت باشین. خیلی ممنون از حضورتان. تشکر از اینکه وقتتان را در خدمت برنامه به وقت بیداری قرار دادین. استاد، موضوع هم طوری که عرض کردم معراج پیامبر هست. از اینجا شروع میکنیم، معراج چیست؟ بله، مناسبت امروز و این ایام به سلام بحث معراج هست. باید بگیم که اصلا معراج چی هست و برداشت ما از معراج چی هست، نظر قرآن و روایات در این زمینه چی هست و بله و سوالات بعدی. حالا من بحث از اینجا شروع میکنم با آیه شریفه سوره اسراء که فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا. معراج پیامبر طبق آنچه که در آیات و روایات نقل شده، جزء مسلمات دین اسلام هست و جزء معتقدات همه فرق اسلامی بر طبق این آیه شریفه‌ای که خوندم و آیاتی که در سوره مبارکه و نجم هست. در زمانی که پیغمبر در مکه تشریف داشتن، البته بین مفسرین اختلاف نظر هست که در سال دوم بعثت بوده یا سال چهارم یا پنجم، اختلاف نظر هست، ولی اجمالاً در زمانی که پیغمبر در مکه حضور داشتن، طبق این آیه شریفه پیغمبر از مسجد الحرام که در مکه قرار داره شبی با سفر جسمانی و روحانی به مسجد الاقصا یعنی به بیت المقدس رفتن و از اونجا به آسمان صعود کردند، که حالا در ادامه برنامه عرض میکنیم چگونگی به اصطلاح معراج. قرآن میگه که پاک و منزه هست خدایی که در واقع سیر داد، حرکت داد، درست، پیغمبر را در یک شبی از شبها از مسجد الحرام به مسجد الاقصا، برای این که آیات و نشانه های قدرت خداوند رو پیغمبر در آسمان ها مشاهده بکنه و با آیات و نشانه های الهی بیشتر آشنا بشه. پس اجمالا تعریف ظاهری معراج اینه که پیغمبر با یک سفر جسمانی از مکه از مسجد الحرام به مسجد الاقصا رفتند و حالا ادامش آیا از مسجد الاقصا به آسمان با جسم رفتن، با روح رفتن، درست، اینا دیگه بعد مباحث بعدی. چگونه خب
واقعا این معراج جسمانی بود، روحانی بود، جسمانی بودنش چگونه نیاز به توضیح بیشتر. بله ببینید، پس بحث ما دو بخش داره. یک بخش حرکت پیغمبر از مسجد الحرام به مسجد الاقصا هست که اکثر مفسرین میگن این سفر سفر هم جسمانی و هم روحانی بوده. خب از مکان به مکان بله میشه جسمانی هم باشه، ولی خب بله. بسیه که سعودی به آسمان ها و دقیقاً. بحث روی قسمت دوم هست که آیا از مسجد الحرام پیغمبر به آسمان که رفتن با جسم رفتن یا با روح رفتن یا با بدن برزخی رفتن، که اینجا نظریات مختلفی هست بر اساس روایاتی که موجود هست. یک نظر اینه که پیغمبر از مسجد الاقصا که رفتن به آسمان هم سفر سفر جسمانی بود و هم روحانی. نظر دوم این هست که سفر سفر روحانی بود و به تعبیر یک نوع مکاشفه یا رؤیای صادقه بود. و نظر سوم این هست که پیغمبر با بدن مثالی، با در واقع با یک نوع بدن نمادین به آسمان رفتن، که حالا این بدن مثالی، مثال که عرض میکنیم، مربوط به عالم مثال هست و یک نوع تشبیهاتی در روایات و در آیات وجود داره که من لازم میگونم اینجا یک اشاره داشته باشم به بحث. ببینید، از باب تشبیه معقول به محسوس گاهی اوقات در آیات و روایات یک سری چیزهایی تشبیه شده که ما حقیقت اونها رو نمیفهمیم. درست. خلاصه یه بحث، من نکته خدمتتون به این صورت بیان بکنم که معانی ماورایی و ملکوتی و آسمانی معانی بسیار بلندی است، به اصطلاح مفاهیمی که مربوط به عالم بالا هست، مربوط به ملک و ملکوت هست، مفاهیم بسیار بلندی است که در قالب الفاظ نمی گنجه. الفاظ یک محدوده‌ای داره، میتونه یک سری مفاهیم منتقل بکنه، بیشتر مفاهیم جسمانی و فیزیکی، و گاهی اوقات از طریق تشبیه معقول به محسوس میان یک سری در واقع حقایق عالم بالار به ما با یک سری استعاره ها، با کنایه ها، با تشبیه ها و با زبانی که مخصوص زبان دین هست، زبان قرآن هست، بیان میکنن. به همین دلیل هم شما ببینید در مورد قرآن میگیم قرآن نازل شده، یعنی از اون مرتبه آسمانی و ملکوتی خودش آمده پایین 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 بر قلب پیامبر، و تازه بر قلب پیامبرم که آمده همه افراد به صورت مساوی فهمشون از قرآن برابر نیست. قرآن سطوحی داره و بطونی داره که انبیا بطون عمیق قرآن میفهمن، اولیاء الهی در مرتبه بعدی هستن، و مردم به میزان ظرفیت روحی و فکری که دارن از موضوع قرآن دریافت دارن. بنابراین من یک مثال خیلی کوچیک میزنم. ببینید، ممکنه که شما یک دانشمند بزرگ فیزیکدان باشید، اما بچه شما از شما سوال میکنه که این خورشیدی که در آسمان هست این چیه؟ خب شما دلایل کافی دارید برای اظهار نظر علمی و میتونید با اصطلاحات علمی مطلب رو میتوانید بیان کنید، اما سطح اطلاعات و علم ای کودک کمه، لذا مجبور هستید که با تشبیه و با زبان کودکانه با او بیان بکنید. پیامبرم فرمود نحن و معاشر الانبیا نتکلم الناس علی قدر عقولهم، لذا این از باب تشبیه معقول به محسوسه و ما حقیقتش نمیفهمیم. بسیار استاد، نتیجتاً موثق‌تر، معتبرتر چگونه اتفاق افتاد، روحانی یا جسمانی؟ خلاصه بحث این است که اکثر مفسرین گفتن سفر هم جسمانی بوده و هم روحانی. بله، هم جسمانی و هم، و اما این که چطور بوده ما نمیفهمیم. حقیقتش اینه که عقل در اینجا ساکته و کمیت عقل لنگه و عقل در اینجا هیچ اظهار نظری نمیکنه. باید متوسل بشیم به وحی و آیات شریفه قرآن و روایات که اصل معراج مسلم دونستن و جز معتقدات همه مسلمان هاست. و اما اینکه چطور پیغمبر رفته، نه علم بشر به این مرحله رسیده که بدانه چطور. قرآن هم واضح روشن نکرده که اصلا نامی از معراج برده قرآن. بله، ببینید کلمه معراج در قرآن نیامده. بله، کلمه معراج، اما آیات شریفه سوره اسراء و آیات شریفه سوره نجم که اگر فرصت باشه من الان خدمت شما قرائت میکنم دلالت بر این قضیه
داره. ببینید بینندگان عزیز ما توجه داشته باشن، از آیه 13 سوره و نجم تا آیه 18 در این ارتباط مباحثی مطرح شده. او جایی که میفرماید عند سدرت المنتهى عندها جنت المأوى، پیغمبر در شب معراج به نزدیک سدرت المنتهى رسید. سدرت المنتهى ممکنه که بینندگان سوال کنن که این کجا هست و چی هست. ببینید ما انسان ها در قالب زمان و مکان محدودیم، هر چیز سوال میکنیم میگیم کجا بود و کی بود، چون در واقع زمان و مکان ما را اسیر کرده. ولی در عالم بالا اصلا زمان و مکان معنا نداره، اونجا منزه هست از این که در زمان و مکان محدود باشه. لذا پیغمبر به سدرت المنتهى رسید. سدرت المنتهى یکی از مقامات عالم بالاست، جاییست در آسمان ها. حقیقتش چی هست ما نمیدانیم، هیچ مفسری هم نمیدانه. اصطلاحات در اینجا اصطلاحات بسیار بلند و مفاهیم ملکوتیست. خیلی خوب استاد، تشکر. اگر اجازه بدین یک میان برنامه کوتاه ببینیم، دوباره در خدمت شما هستیم. بیننده های عزیز گرامی، پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره ما را همراهی کنید. کاش در خلوتم امشب تو فقط بودی و من، آگه از این دل پرتب تو فقط بودی و من. کاش هنگام دعا لب زمیان بر میخواست، بی میان جیگری لب تو فقط بودی و من. روزها کاش نبودند و همدم شب بود، شب بی اختر و کوکب تو فقط بودی و من. فاش گویم غم دل، کاش خدایا دائم من بودم از تو لبالب تو فقط بودی و من. واژه در مطلب دل واسطه خوبی نیست، کاش بی واژه و مطلب تو فقط بودی و من. بار الها واژن و محرم و دل هر زو و لب بیگانه است، کاش بی واسطه هر شب تو فقط بودی و من. کاش حتی دو ملک را زبرم می بردی در حرم خانه ام امشب تو فقط بودی و من. من هم از سینه دل هرزه برون می کردم، این دل صد دل یارب تو فقط بودی و من. یا اله العالمین، یا اله العاصین، یا ارحم الراحمین. بیننده های عزیز گرامی، دوباره سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید. مثبت 964-780-255-413 پل ارتباطی میان شما و برنامه با وقت بیداری هست. میتونید نظریات ارزنده و یا هر گونه سوال، انتقادات، پیشنهادات دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساب ما با ما در میان بگذارید. بیننده برنامه با وقت بیداری با موضوع معراج پیامبر هست، در خدمت جناب دکتر توکلی هست. مثبت سلام مجدد. سلام و ارادت. سوال این بود که دقیق‌تر، معتبرتر نظریه‌ای که بیشتر این موضوع رو روشن بکنه که جسمانی بود یا روحانی معراج پیامبر. بله، اگر بخوایم خیلی واضح‌تر و صریح‌تر عرض بکنیم، اینجا دو سه تا نظر هست. یک نظر اینه که معراج جسمانی بوده. خب وقتی معراج جسمانی باشه حتما روحانی هم هست دیگه، چون جسم که بدون روح ممکن نیست. بعضی ها میگن که معراج صرفاً روحانی بوده و جسمانی نبوده، یعنی پیغمبر جسمش در مسجد الاقصی یا در مکه بود اما روحش معراج کرد به
عالم بالا و اینکه چطور معراج کرد ما او در واقع کیفیت اصلیش رو نمیدانیم، ولی یعنی از درک ما بالا از درک ما بلی بالاتر است. قرآن میره با صراحت واضح روشن بیان نکرده بله که با روح بوده یا با جسم، نه همین چگونگی معراج و روحانی بودن جسمانی بودن هم یک بخش از یعنی از ظاهر آیات قرآن فهمیده میشه که معراج جسمانی بوده. خب وقتی جسمانی باشه روح هم با جسم هست. بسیار عالی. ولی بعضیا گفتن که اشکالاتی آوردن و روایاتی آوردن و گفتن صرفا روحانی بوده. یک عده هم گفتن یک نوع رؤیای صادقه و مکاشفه بوده که او خیلی قابل اعتنا نیست. و علامه طباطبایی هم اینجا نظرش اینه که معراج روحانی بوده، که البته معراج جسمانی هم عرض کردیم معراج جسمانی پیغمبر از مکه تا مسجد الاقصا قبول داره. بله. یعنی این که پیغمبر از مکه از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا رفت این جسمانی بود، خب روحانی هم هست، ولی از مسجد الاقصا به عالم بالا ایشون میفرمایید که روحانی بوده. سیاران درود بر شما. استاد حکمت و فلسفه معراج چی هست؟ بله ببینید حکمت معراج خود قرآن در همون آیه شریفی که عرض کردم در سوره اسراء اونجا بیان کرده که بله. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، در آخر آیه میفرماید لنوریه من آیاتنا، پیغمبر بله. بردیم به معراج تا آیات ما را مشاهده کند. آیات الهی اگر بخوایم بفهمیم که چی هست باز باید بریم به آیه دیگری از قرآن، چون القرآن یفسر بعضه بعضا، ببینیم که منظور خداوند از آیات الهی چی هست. در آیه شریفه دیگه میفرماید که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق من ربهم، میفرماید که ما برای مؤمنین آیات و نشانه های قدرت و عظمت خود خود نشون میدیم در آفاق. آفاق جمع افق هست، افق یعنی شرق و غرب عالم، یعنی در زندگی مادی و جسمانی اگر کسی توجه داشته باشه، عنایت داشته باشه، آثار و نشانه های عظمت و قدرت خدا رو میبینه. همونطور که سعدی میفرماید که برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. خود همین آمدن بهار نشانه در واقع وجود خداست، که باز در آیه شریفه داره که یحیی الله الارض بعد موتها کذلک النشور، خداوند در بهار زمین زنده میکنه بعد از اینکه در زمستان زمین مرده. در قیامت هم یک چنین حالتی اتفاق میفته، یعنی انسان بعد از مرگ برزخی دوباره در قیامت محشور میشه و زنده میشه. معراج هم دقیقاً جزء همین در واقع مفاهیم و معانی هست. پیغمبر آیات الهی در آفاق دیده بود، یعنی در زندگی خودش دیده بود، چون اهل تفکر بود، اهل تعمق بود. منظور از آیات را که میگین چیه؟ یعنی شکوه و بزرگی و عظمت و جلال خودش، نشانه های وجود خدا میخواست نشان بده. بله بله من الان عرض میکنم. این آیه دیگری این که فهمید منظور چی هست، آیه دیگری باز در قرآن میفرماید که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. میگه مؤمنین کسانی هستند که نشانه های قدرت و عظمت خدا، خالقیت خدا، رازقیت خدا، علم بی پایان و فیض بی انتهای الهی در دنیا و در وجود خودشون میبینن و فکر میکنن در خلقت آسمان و زمین. از خودشون سوال میکنن این آسمان و این زمین رو کی خلق کرده. بعد وقتی که فکر میکنن به یک مرتبه از مراتب توحید میرسن، به معرفت میرسن. بعد میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این آسمان و این زمین ر، این جنگل و اقیانوس و دریا و حیوانات ر تو به صورت باطل و بی فایده و بیهوده خلق نکردی. بله. سبحان که فقینا عذاب النار. ببینید اینجا چقدر زیبا حافظ میگه که میگه این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این همه زیبایی هایی که در عالم هست یک فروغی از رخ اون
در واقع موجود زیبا و کمال مطلق هست که ما میبینیم تو این دنیا، همه عالم وجود نیست. پیغمبر هم که به معراج رفت، قرآن میگه لنوریه من آیاتنا، ما میخواستیم پیغمبر با نشانه های عظمت و قدرت و ملکوت خودمون آشنا کنیم. پیغمبر به مراتب بالاتر معرفتی و درک بالاتر وحیانی برسد و در واقع به اندازه ظرفیت وجودی خودش که بالاترین ظرفیت در عالم وجود هست، نشانه های قدرت، علم و فیض الهی در عالم بالا مشاهده بکنه و بعد آثار این مشاهده بیاد به امت خودش بیان بکنه و از طریق پیغمبر امت هم مستفیض بشن. لذا ببینید این آیاتی که عرض میکنیم یا آیات آفاقی هست یا آیات انفسی. آیات آفاقی خب یک قسمتش میشه زندگی دنیوی و تفکر در شرق و غرب عالم، یه قسمتش میشه معراج، و ضمناً معراج در واقع سیر در انفس هم هست. یعنی یک سیر معنوی ملکوتی هست که ظرفیت وجودی پیغمبر وسعت میده، پیغمبر به سعه وجودی بیشتری میرسه و این پیغمبر میشود مجرای فیض الهی. درست. پیغمبر میشود انسان کامل. انسان کامل هست، او کمالش در واقع به مرحله ای میرسه که دیگه جبرئیل نمیتونه اونجا بره، به سدرة المنتهى میرسه. یک چنین دریافت های وحیانی و دریافت فیض از مبدع فیض که خداوند علی اعلی هست برای پیغمبری که مصداق اتم و اکمل انسان کامل هست لازمه، چون این پیغمبر اشرف مخلوقات هست، افضل السفراء المقربین هست، این پیغمبر قرار هست پیگمبر خاتم باشه. همه انسان ها تا روز قیامت از فیوزات وجودی پیامبر که واسطه فیض الهی هست بهره مند میشن. لذا پیغمبر باید به بالاترین معراج برود. بسیار عالی، تشکر. استاد چه اتفاقات شب معراج افتاد؟ بله، در شب معراج اتفاقات مهم و فراوانی افتاد طبق روایاتی که ما داریم. اولا پیغمبر اهل جهنم و اهل بهشت را مشاهده کرد، یعنی اهل با اون چشم حقیقت بینی که داشت اهل جهنم را مشاهده کرد در حالی که اونها در عذاب هستند و اهل بهشت را مشاهده کرد در حالی که اونها در نعمت الهی و رضوان الهی بودند. این اولا مراتبی از عالم بالا مثل سدرة المنتهى و مقام ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، مرتبه قاب قوسین رو مشاهده کرد و این رو مشاهده کرد که انسان میتواند به مقامی برسد که ملائکه به اون مقام نمیتونن برسند. خلاصه بحث اینه که ببینید پیغمبر به مراتبی از مراتب عالم بالا رسید که جبرئیل دیگه اجازه ورود به اون مرحله نداشت. و من فکر میکنم بزرگترین پیام معراج این هست که بالاترین و کاملترین موجودی که خدا خلق کرده انسان هست و مخصوصا انسانهای کامل که مصداقش پیامبر اعظم هست. پیغمبر به مرتبه ای رسید که جبرئیل اونجا نمیتونست بره و از این بالاتر. ببینید امیر المؤمنین در خطبه متقین میفرماید که اهل تقوا کسانی هستند که با اون چشم حقیقت بین اهل جنت را میبینن، اهل بهشت را میبینن. و هم والجنت کمن قد رآها، اینا مثل اینن که اهل جنت رو، اهل بهشت را میبینن در حالی که متنعمن. و هم و نار کمن قد رآها، میگه اهل جهنم رو هم میبینن در حالی که معذبن. یعنی در واقع ملکوت عالم را دید. ما یک ظاهری داریم و یک باطنی داریم که حالا در بحث بعدی ما اونجا عرض خواهم کرد که زبان دین و زبان قرآن با زبان علوم تجربی متفاوت هست، اصطلاحاتشون هم متفاوت هست. درست، بسیار عالی. استاد اگر اجازه بدین اگه میان برنامه کوتاه ببینم بعد دوباره. بیننده های عزیز گرامی، سپاس از اینکه نگاه های ناب و مهربانتان را در این بخش از برنامه هدیه کردید. پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره ما را همراهی کنید. یا صاحب الزمان شود آیا که شبی بر دل من یار شوی، یار این خسته غم دیده بیمار شدی. سینه غم زده ام بهر تو سوزد همشم، دل من آب شده کی تو پدیدار شدی. با کلافی بنشستم سر بازار رخت،
کی تو ای یوسف من بر سر بازار شدی. همچو یعقوب شده دیده ام از درد فراق، کی به پیراهن خود نور شب تار شدی. هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خری، هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید، شود آیا که مرا هم تو خریدار شدی. ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، چه شود گر تو مدد کار دل زار شدی. شعله خیمه آتش زده گوید که بیا زائر بی کفن بی سر و خونبار شدی. اللهم عجل لولیک الفرج. بیننده های عزیز گرامی، دوباره خوش آمدید. سپاس از این که در کنار کانون گرم خانواده همچنان ما را همراهی می کنید. ادامه برنامه وقت بیداری را بیننده هستید با موضوع معراج پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. استاد سلام، دوباره خدمت شما. سلام علیکم همتون. سوالی بود که چه اتفاقاتی افتاد در شب معراج. اگر اجازه باشه من یک مقدمه کوتاهی عرض کنم و بعد برسیم به جواب سوال حضرت عالی. ببینید، ما در دین و در قرآن یک سری اصطلاحاتی داریم و با یک زبانی صحبت میکنیم که با زبان علوم تجربی متفاوت هست، با زبان سیاست متفاوته، با زبان هنر و ادبیات متفاوت هست. قرآن و دین زبان و اصطلاحات خاص خود خوردانن. ما یک بحثی داریم به نام سمبولیزم در دین. اصلا سمبول یعنی چی؟ سمبول خب میدونید در اصل کلمه انگلیسیه که همون سیمبل انگلیسی هست. سمبول یعنی نماد. نمادها در دین چی هست؟ در حج ما این نمادها رو خیلی راحت میتونیم مشاهده کنیم. مثلا اون جایی که حاجی ها میرن به یک ستونی که به نام شیطان هست سنگ میزنن. خب اگر شما ظاهر این سنگ زدن ببینین، خب با خودتون میپرسین که یعنی چی این سنگ زدن، چه معنی داره؟ این کار بیفایده ای هست. در حالی که ایش ستون یک نماده. ببینید، نمادها یک ظاهری دارن و یک باطنی دارن. ظاهر اونها خیلی مهم نیست، اون باطن و روحی که در اونجا در واقع پنهان هست اون مهمه. مثل پرچم ها، ببینید پرچمایی که هر کشوری دارن، یا در واقع علائم ترافیک، علائم رانندگی، اینا هر کدوم نمادن. قرآن و دین هم یک چنین حالتی داره. وقتی که ما میگیم که پیغمبر به معراج رفت و این حقایق دید، جوانان عزیز ما نیان با اصطلاحات و مفاهیم علوم تجربی اینها بررسی کنن و بعد بگن درست یا غلطه. نه. چون گزاره های در واقع دینی خیلی از اوقات فوق عقله، یعنی عقل در اونجا، عقل تجربی ما، عقلی که ساینس میخونه، فیزیک و شیمی میخونه، کیمیا میخونه، اصلا در این زمینه ساکته، هیچ حرفی نداره. لذا ببینید اینا با توجه به محدودیت زمانی را که داریم خیلی کوتاه میکنم، اختصار هست و از طرف هم ما دوست داریم خیلی موضوعات زیاد مطرح شه و خلاصه مختصرتر. چشم، خیلی خلاصه. لذا عرض میکنم که ببینید، در معراج پیغمبر اهل جنت را دید، اهل بهشت را دید، اهل جهنم را دید و مراتب کمال ائمه علیهم السلام، مخصوصا حضرت علی علیه السلام دید و دید که حضرت علی علیه السلام وصی رسول خدا هست در عالم بالا و ملائکه الهی به ایشون بسیار احترام قائلن و بعد از پیامبر بیشترین احترام به مقام منی امیر المؤمنین قائل هستند. اولیای الهی و همه اوصیا، همه پیامبران در مقابل مقام و عظمت پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه و امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام خاضع و خاشع هستند. اونجا بعد روایتی داریم که پیغمبر غذا خورد، از جمله در فضای مجازی هست، در احادیث هم هست که برای پیغمبر غذا آوردن. من اینجا اشاره میکنم به حدیثی از امام کاظم علیه السلام که اونجا دارد که پیغمبر فرمود که من وقتی در معراج بودم برای من 3 تا غذا آوردن. یک غذا در واقع شیر برنج بود،
یعنی شیر بود، در روایت دیگه داریم که شیر آوردن، یکی شراب مست کننده بود و یک غذای دیگری هم آوردن که آب، که در واقع آب بود، که دیگه نمیشه بگیم غذایی، جز مشروبات هست، مشروب به معنی چیزی که نوشیدنی، یعنی آب آوردن، شیر آوردن و شراب آوردن. پیغمبر فرمود که من شراب را نخوردم، چون این شراب شرابی بود که من از مقام قرب الهی دور میکرد، و لذا من که نخوردم به امت خود هم توصیه میکنم که اونها هم نخورن. و قرآن هم داره که انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. در معراج در سفره پیغمبر شراب گذاشتن. بله، یعنی چی؟ یعنی اشاره دارد به این که انسان مختار است بین این که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اینجا پیغمبر انسان کامل است، هم میتواند به مسیر شیطان و مسیر گناه و معصیت برود، و هم میتواند مسیر خدا و مسیر ملکوت و کمال به پیمایه. لذا پیغمبر اینجا هم خودش پیغمبر است و هم نماد انسان است. یعنی میتواند شراب بخورد اما نمیخورد. استاد خب جالب است، در اونجا در معراج شراب مست کننده، خب حکمت یه چیزی در چیه؟ شراب کردم. شراب اینجا نماد معصیته، نماد گناهه. خب یعنی شب معراج بعد نماد معصیت را خداوند. الان عرض کردم خدمتتون که زبان قرآن و زبان دین با زبان اصطلاحی ما متفاوت هست. یعنی به پیغمبر میخوایم اینجوری بگیم عرضه شد که تو به عنوان یک انسان میتوانی به مسیر معصیت و گناه و خطا بری، این در اختیار تو هست، و می توانی به مسیر کمال حرکت بکنی. شراب اینجا نمادیست از معصیت خداوند، از تخطی از فرامین و اوامر الهی. بعد فرمود برای من آب آوردن، آب هم نخوردم، چون اگر آب می خوردم امت من در آب غرق می شدن، یعنی بلا بر امت من نازل می شد، در حالی که من پیامبر رحمتم. قرآن هم میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. و چیکار کردم؟ شیر خوردم. شیر اینجا یک نمادیست از رحمت و فیض الهی، در مثل همون شرابن تهورایی که در قرآن داریم در مورد اهل جنت، او شرابی که در بهشت هست با این شراب دنیا کاملا متفاوته. شرابی که در شراب دنیا آورده بود. بله. نه خب نه. الان شراب در معراج بله. را فرمودین و بعد فرمودین که او شراب مست کننده بوده. بله، ببینید شرابی که در معراج بود از شراب دنیا بود. بله. یعنی نماد معصیت بود که پیغمبر به او هیچ التفاتی نکرد. و در واقع شرابی که در آیه قرآن هست میگه شراب انتهورا، برای اهل بهشت میگه، او شراب نفس. به معنی نوشیدنی است، نوشیدنی بسیار حلال و طیب و طاهر. حالا عرض اینجاست که ببینید پیغمبر از شیر خورد. اینجا شیر عرض کردم نماد هست، سمبول هست. شیر یعنی در واقع فیض الهی. پیغمبر از فیض الهی اینجا متنعم شد و بهرمند شد. فیض الهی همون رحمتی است، همون برکتی است که خداوند به پیغمبر داد، و این برکت از پیغمبر به امت و به اوصیا و اولیای الهی منتشر میشه و منتقل میشه. استاد، سخن از حضرت علی علیه السلام به میان آمد و اینها، پیغمبر در روایات را داریم که در سال سوم بعثت هم موضوعی وسیع بودن و وزیر بودن و جانشین بودن حضرت علی را در جمع مطرح میکنن. بله. بعد خب شب معراج هم به روایت بعد از او اتفاق بله. میفته. بله. این پیامبر تازه در شب معراج متوجه این میشه، یا که بعضی ها میگن سوال کرد از جبرئیل، سوال کرد که خب آیا مثلا اصلا کی هست جانشین ما، یا حضرت علی هست یا نیست و اینها، و پیامبر رو قبلا و صحبت را کرده بود، نمیدونست تازه از امشب شروع شده. بله، این سوال بسیار خوبی است. ببینید این سوال در مورد نزول قرآن هم مطرح میشه که آیا نزول قرآن دفعی بوده یا تدریجی. اگر در شب قدر قرآن بر پیغمبر نازل شده، پس این نزول تدریجی و شأن نزول ها چیست؟ و اگر تدریجی نازل شده، پس نزول دفعی در شب قدر چیست؟ جواب اینه که هر دو بوده. یعنی یک مرتبه در شب قدر کلیات قرآن بر قلب مبارک پیغمبر نازل شد، و بعد جزئیات به تناسب شأن نزول ها نازل شد. هم نزول دفعی هست و هم تدریجی. و سوالی هم که حضرت علی فرمودید، جوابش اینه که ببینید پیغمبر فرمود کنتو نبیین و آدم و بین الماء و تین. قبل از این که حضرت آدم خلق بشه، چون به مرحله انسان کامل رسیده، کسی که به مرحله انسان کامل برسه در واقع از علم الهی برخوردار هست، از عصمت برخورداره،
علم ایشون علم وحیانی است، لذا اتفاقات عالم ماده کاملا نشون اطلاع داشت و این اشاراتی که شده در روایات که فرمودید شب معراج و سال سوم بعثت، اینا همه از باب تأکید است. بله، هر دو صحیح هست. یعنی پیغمبر هم در شب معراج نسبت به وصایت و خلافت امیرالمؤمنین به ایشون توصیه شد و تأکید شد، هم در قبل از معراج توصیه و تأکید شد. اون روزی که پیغمبر اهل بیت جمع کرد و فرمود و انذر عشیرتک الاقربین، فامیل ها خور جمع کرد، جبرئیل به ایشون فرمود اولین مردی که به تو ایمان بیاره وصی تو هست بعد از تو. هم اونجا گفته شد، هم در معراج گفته شد، هم در قدیر خم گفته شد و هم در اتفاقات بعدی. یعنی چون مسئله خیلی مهم بود، مکرر در مکرر این مسئله به پیغمبر گوش زد شد تا پیغمبر هم به امت بیان کنه. موضوعات را که مطرح کردید مختصرتر، دو دقیقه بیشتر هم وقت نداریم. گفتید که همه جاها را دید و بهشت و جهنم و اینها را. خب تماشا از جهنم چگونه بود؟ از بهشت چگونه بود؟ بله، اینجا سوالی مطرح میشه، خب اگر طبق آیات قرآن بهشت و جهنم بعد از قیامت هست، بله، بعد از حشر هست، این بهشت و جهنمی که پیغمبر دید کدوم بهشت و جهنم است؟ آیا بهشت و جهنم برزخی است یا بهشت و جهنم قیامتی؟ اکثر مفسرین گفتن که این بهشت و جهنم در واقع بهشت و جهنم برزخی است، چون بهشت و جهنمی که بعد از قیامت و حشر و نشر اتفاق میفته هنوز واقع نشده، طبق هم آیات قرآن و هم روایات. لذا پیغمبر صورت ملکی و حقیقی اهل بهشت و اهل جهنم را دید، با اون چشم برزخی و چشم حقیقت بین دید که اینها در واقع اهل بهشت در نعمتن و اهل جهنم در عذاب هستن. ولی عرض کردم او بهشت و جهنمی که در قیامت و در عالم حشر هست او اتفاق نیفتاده. اکثر مفسرین معتقدند که بهشت و جهنم بهشت و جهنم برزخی بود که پیغمبر در معراج او رو مشاهده کرد. بله، میگن استاد خب وقت جهنم زنان در حالی که میسوختن در آتش جهنم عریان بود، آیا مگه جواز داشت که پیامبر زنان عریان رو در اینجا؟ این موضوع یک موضوعی که استاد مطرح میشه. شاید به یک چرایی مثلا در برنامه تلویزیونی موضوع مطرح بشه، ولی خب هست در فضای مجازی و انتقادات در مورد زیاد هست. خیلی کوتاه مختصر است، یک دقیقه بیشتر نداره. دقیقاً همون نکته‌ای که اول عرایض عرض کردم که زبان دین و زبان قرآن با زبان علم و اصطلاحات ما متفاوت هست. ببینید اینم از باب تشبیه معقول به محسوسه. پیغمبر با چشم جسمانی یک جسم عریان زن ندید، نعوذ بالله و نسجیر بالله، که پیغمبر بله دلن. ببینید بحث اینه که ما حقایق عالم بالا رو میایم با اون نگاه کوته بینانه جسمانی مادی و محدود خود خود میخوایم بفهمیم، یک چون این چیزی ممکن نیست. من اشاره هم کردم به یک قضیه، پیغمبر او حقیقت ملکوتی رو دید، یعنی در واقع یک چیزی از عالم معنا دید، یک چیزی از ملکوت عالم دید و با زبان و اصطلاحات ما بیان کرد که ما بفهمیم. کاش وقت بیشتر داشتیم، همچنان میشنیدیم. سلامت باشین، خیر سلامتی بدر خیر راهتون، ممنون از حضورتان. یک دانه تسبیح دعای سحرت را یک بار به نام من محتاج بینداز، شاید که همان دانه تسبیح دعایت یک بار بیفتد به دریای اجابت. بیننده های عزیز و گرامی، سپاس از این تا این دم با ما همراه بودید. این بود برنامه شب وقت بیداری، تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید. تا برنامه بعد همه تان را به الله پاک به همتا میسپارم. ایام به کامتان، وقت خوش، خدا نگهدار.